起！韩爸爸，韩爸爸。خان بابا این زنگ سوخت، باز کجا گم و گور شدی؟ دوباره خان بابا؟ نه به جون جفتمون، جون خودت. اه مگه ما خودم و خودت داریم؟ دستاتو ببینم. بفرمون پاک پاک. پس چرا بو میاد تو گلخونه؟ 50 سال هر وقت من رفتم یه گوشه گرفتم نشستم، تو اومدی و همین حرف رو تکرار کردی، داد زدی خان بابا این چه بویه؟ آخه کدوم بو؟ سیگار. بابا جون اومدم آهنگ بذارم برای گلا اینها. من آخر نفهمدم این آهنگ کسی خیلی. آه خدا بیا مرز آقا بزرگو، همیشه به من میگفت خان بابا این گلا همه چی رو میشنفن، این آدمی زادا. خیلی خوب، ببرو در واکن ببین کیه. زنگ سوخت. بابا بفرمون. به به خان بابا. بفرمون. سلام. علیک سلام، به جا نمیارم. چقدر پیر شدی خان بابا، خودت تیراس هستی؟ شما؟ بابا من حمیدم، یادت نیست؟ بابا اینقدر بودم منو میذاشتی رو شونت میچرخوندی دوره حوز، یه بارم انداختیم تو حوز. آقا بزرگ خدا بیامرز اینقدر دستت عصبانی شده بود که میخواست بیرونت کنه. آقا بزرگ منو میخواست از خونه بیرون کنه؟ آقا بزرگ اینقدر من دوست داشت که من وقتی میخواستم برم ولایت دیدن قوم خیشامون اگه ما رو نمیدید مریض میشد. چی داری میگی؟ دست بردار خان بابا، دست بردار. ما هنوزم دوست داریم. چه دود میدی خان بابا؟ ای بابا تو دیگه چی میگی؟ ربابه بعد این همه سال هنوز نتونسته ترک بده تو رو. تو ربابه رو از کجا میشناسی؟ خان بابا من حمیدم، پسر عشرت خانوم، دختر خواهر آقا. بابا من تا 12 سالگی تو همین خونه بودم، چطور منو یادت نمیاد؟ خدا بیامرز آقا طایفه کوچیکی که نداشت. میدونی چند تا خانواده رو تو این خونه زیر پر و بال خودش گرفته بود؟ حالا همه رفت، فقط من موندم و ربابه. خیلی خوب، حالا نمیبریم اون تو؟ ببخشید آخرش ما یادمون نیمد، تو کدومی؟ ببین خواهم بابا اینا، این منم. ببین ای
چرا میگی حمیدم؟ بس بگم کیم؟ بگو حمید خان. آقا به ما یاد داده بود از بچه 2 ساله تا پیرمرد 100 ساله رو وقتی اسمشون رو صدا میکنیم آخرش یه خان بهش اضافه کنیم. پس تو حمید نیستی، حمید خانی. خیلی خوب، حمید خان. پس حالا پاشو بریم، پاشو بریم. پاشو بریم، پاشو بریم. رباب خانم پاشو بیا، پاشو بیا که مهمون اومده. حمید خان بفرمایید، حمید خان بفرمایید، خونه خودتونه، بفرمایید. چی شده اینجا؟ این اتاقو میشناسی؟ کتابخونه دایی فیروزیگه؟ میرزا فیروز خان. آره دیگه، قد من عمرشه این خونه، آجراش که هیچی، ستوناش هم لقه. نه، کار خودمه. اگه گفتی عکس کیه؟ قیافش که به من این تاج خانوم میخوره، دختر اونه؟ نه، نه سرن خانومه، دختر آقا نظامینا. این اینجا چی کار میکنه؟ خب دیگه، هر کدوم از ما بچه های این خونه تو یکی از این دیوارها یا آجاری داریم که پشتش خیلی چیز هست. چه کتک هایی هم که نخوردید سر این ماجرا. خواهم بابا، یادتی چقدر ترکیه بید میذاشید تو حوض برای فلک کردن ما؟ خبرداری ازش؟ خیلی وقت نه. شنیدم هم اونجا ازدواج کرده با یه خارجی. چی بهتون میگفتم اون وقتا؟ کی بود؟ خودت ببین کی اومده؟ سلام رباب خانم. سلام. امروز این خونه بوی آقا بزرگو میده، میشنوی؟ من که 60 ساله نمیشنوم. بابا دماغتو میگم، نه گوشتو. گوشم که سمعک داره، کاش برای دماغم میشه سمعک میذاشتن. پس بوی سیگارو چجوری میشنوی؟ بوی سیگاری که نمیشنم، وقتی پیدات نمیشه میفهمم که رفتی سیگار بکشی. رباب خانم، این خامابه اگه سهمیه روزی یه نخ اشنوشم نکشه، شما دوتا چی دارین توی این خونه واسه دعوا کردن و غر زدن به هم دیگه؟ روح شاد. کی همیشه این حرفو میزد؟ خانم بزرگ. ببینم، شما پسر ملوک خانومی؟ پسر اون اگه باشم که الان باید 50 سالم باشه. امیر محمد؟ پسر خالش. حمید خان؟ آهان، اینجاست که معلوم میشه هوش و حواس هیچ ربطی به گوش و دماغ نداره. حمید خان بفرمایید اینجا، اونجا چرا باشید؟ بفرمایید تو. اولی دوری تو خونه میزنم بعد.
یاد قدیما. حیف که گذشت. بفرم. الو الو، چرا حرف نمیزنی؟ الو الو، تلفن سالمه؟ میگم خان بابا، همه اتاقا همینجوریان؟ شرمندم، پیر شدیم دیگه، ما نمیتونیم دیگه گردگیری بکنیم، دیر به دیر گردگیری میکنیم. اگه میدونستیم شما میاین البته میومدیم همه رو ترتمیز میکردیم. نه منظورم گرد و خاک نبود، خواستم بدونم همه چی همینطوری مثل قدیم چیده شده و دست نخورده است؟ اگه شما مثل من در سن 7 سالگی و بچگی تو این خونه بزرگ می شدی، سیبیل در می آوردی، خط می کشیدی، موهای سر سفید می شد، اون وقت دلت می مدش که یک استکانو تو این دوتا تاخچه جا به جاشون بکنی؟ اینا هر کدوم بابا جون یک دنیایی برای خودشون دارن. خواه با راستی از فامیل کسی نمیره و بیاد؟ تو که با محبته بودی، بعد از این همه سال پاشدی اومدی اینجا، حالا دیگه کی میاد و بره؟ یعنی هیچکی؟ از وقتی که این ملک افتاد تو دست اندازه تقسیم ورثه، دیگه هیچ کس نیومد و بره. پس کسی هم قرار نیست بیاد؟ کی مثلا؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. فقط سالی یک بار شوهر خالت بیک آقای تهرانی از خارج پا میشه میاد اینجا یه دور میزنه، بعد میگه که بابا خان اینجا خوراک بولدوزراست. این آدم بعد از 60 سال هنوز نفهمیده که من خان بابا هستم، نه بابا خان. توفیرش چیه؟ نفرمایید. وقتی آقا بزرگ امر کردن که خان قبل از بابا باشه، این بی حرمتی به روح اون مرحومه که ما خان بذاریم بعد از بابا. امر آقا بزرگه. حرفم سر اسمت نیست، میگم توفیرش چیه که کسی بیاد اینجا یا نیاد؟ آره بابا، کسی نیاد بهتره، ما راحت تریم. دست شما درد نکنه، یعنی ما هم بریم دیگه؟ نه، منظورم شما که نبودین، شما با بقیه فرق میکنید. من یک موی محمود خانو به 100 تا مثل بیک آقا نمیدم. من محمود خان نیستم خان بابا، حمیدم. ببینی تقصیر خودت ها، وقتی میگی حمید من نمیشناسم. بگو حمید خان. میشناسم، قاطی هم نمی کنم. چایی تو بخور بابا جون. بس بو قندش. ای وای.
رباب خدا بچهات زیاد بکنه که اون چه حواس برای من باقی نذاشته. الان میرم برات میارم. بیار تو حالا چی؟ حمید خان نترس بابا جون، منم یه او پلکام سنگین شد. حرف میزدم تو خواه؟ من نشنیدم. لابد دیشب تو را خوب نخوابیدی، خسته شدی. از کجا میای؟ هیچ جا. من به رباب خانوم سپردم که اون غذایی رو که همیشه دوست داشتی امروز برات درست بکنه. یادته چی بود؟ یادم نیست الان، 20 سال گذشته. گذشته که گذشته بابا جون، تو به مامان سرور خانوم میگفتی روزا چی برات درست میکرده؟ یادت رفته فسنجون؟ خان بابا، سرور خانوم مامان من نبود، زنداییم بود. اونم تیمور بود فسنجون دوستش، پسر عمه خیری. بابا من حمیدم. نشد، نشد. حمید خیلی خوب، حمید خان. حالا شو چایی تو بخور. بس خود چایی؟ ای وای، باز یادم رفته. میرم الان برات میارم. نهار که میمونی اینجا. بیا بشین، کارت دارم خان بابا. میخوام باهات حرف بزنم. حرف که بابا جون، تا شب وقت داریم. مگه من میذارم تا شب تو بری؟ آخه میخوام یه حرفی بزنم که بیشتر بمونم. تو خونه خودته بابا جون، دو شب بمون، سه شب بمون. بیشتر از این حرفا. خونه خودته، بگو یک سال. کمتر، کمتر از یه سال. یه ماه تا آخر ماه رمضون. یک ماه؟ عیبی داره؟ چه عیبی؟ خونه خودته، ما اینجا نوکریم، سرداریم. شما باید به ما اجازه بدین که ما کی بریم، کی بیایم. حالا چرا یه ما؟ کمه؟ نه، ولی خب آخه میخوام هیچ کس هم نفهمه، حتی رو به خانوم. چرا؟ طوری شده مگه؟ قصهش مفصله. دنبالتم؟ به من میاد آخه. بچگیت که خیلی شر بودی. چند بار آقا بزرگ خدا بیامرز داد تو همین حیات فلکت کردن. خدا بیامرز فرشته خانم اگه نبود؟ بابا باز که تو قاطی کردی. اون فرید بود، پسر دایی حسام. اتفاقا الانم تو فرانسه استاد یکی از دانشگاه هاست. بابا من حمید خانم. ببین تقصیر خودته. آدم تکلیفش با تو روشن نیست. یه بار میگی حمید، یه بار میگی حمید خان. بابا یه دفعه بگو حمید خان، ما خیالمون راحت بشه از دست تو دیگه. چشم. به هر حال من برای یه کار مهمی اومدم اینجا. به کمک تو هم احتیاج دارم. پس داری از فرانسه میای؟ باریکالله، باریکالله. من از بچگیتم میدونستم که تو بزرگ بشی یه کاره مهمی میشی. خان بابا چیکار میکنی پس؟ سیگار نمیکشم. تو که پا بیا. الان میام، زود برمیگردم. حمید خان درست گفتم؟ آره. پس چرا میخندی؟ هیچی بابا، برو برو.